بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالسلام کمانگیر هستم، از استان سیستان و بلوچستان، شهرستان فنوج، بخش کوتیج، خود کوتیج هم میشینم. بنده سال 1395 تقریبا 2 سال در حال تحقیق بودم. البته قبلش یه شدنم، بنده یه سنی شش آتیشه بودم و یکی از موقعی که مثلا مولوی عبدالحمید می اومد، بنده یکی از محافظینش بودم. مثلا بنده احادیث رو تو مساجد کوتیج، مثلا مسجد محله، یا می رفتم چون خانمم مال استان کرمان بود، سورگاه می رفتم اونجا. مثلا من یکی کاری که خیلی دقیق انجام می دادم این بود احادیث سنی رو با زبونهای مختلف همینجوری نگاه می کردم، مثلا ترجمه هم می کردم و مردم خیلی کیف می کردن. و هر وقت من جایی می رفتم امکان نداشت کسی دیگه رو بذارن احادیث. مثلا من می رفتم کوتیج، با زبان کوتیجی نگاه می کردم، ترجمه دیگه نیازی نبود پارسی بخونم و ترجمه کنم، با همون زبان کوتیجی می خوندم. و رمشک هم می رفتم با زبان رمشکی. مثلا من زبان های متعددی بلد هستم بلوچی. این پیش رفت تا زمانی که دورانی بود که ریگی خیلی دیگه ترور می کرد. اون موقع ما هم تقریبا از رمشک و کوتیج 12 نفر رو انتخاب کرده بودن. اون 12 نفر دیگه داشتن کار می کردن روشون. مثلا فیلم ها رو می آوردن و ما نشون می دادن و نگاه می کردیم. و رو کم بهتون بگم اون دوران ما مثلا ما عشق می کردیم با سر بریدنش، چون دیگه ما رو شستشوی مغزی کرده بودن که اینا کافرن و هر کسی اینا رو شهید بکنه انگار جهاد کرده. ولی در این میان یه چیزی بود که اون دور من بالاخره سنی بودم، خودم هم راضی نبودم، دوستام هم خیلی اینو گیر می دادن. این یا ابوالفضل عباس همیشه به دهن من بود، همیشه هم مسخره منو می گرفتن. گفتم دست من نیست، میاد دیگه، دست خودم نیست. هی می اومد می نشستم می گفتم یا ابوالفضل، بلند شدم می گفتم یا ابوالفضل. می گفتم آقا تویی که الان بعضی وقتا امام مایی، مثلا می رفتیم با دوستان دیگه منو جلو می کردن. گفتم این جمله رو بردار، حقیقتش خودم هم سنی بودم دیگه. گفتم دست خودم نیست، همش فکر بودم خدای چیکار کنم این از زبونم بره، نمیرم، دست خودم هم نبود. همینجوری پیش رفت تا من یه پسری دارم الان 10 سالشه، اسمش میثاق. پسرم خیلی مریض بود، تازه به دنیا آمده بود، ما هم نمیدونستیم این پسرمو. ما از اون استامینوفای خیلی قوی هست، منم نمیدونستم، واکسن زده بودن، تازه 6 ماهش بود. اینو دادیم، یعنی ظرف چند ثانیه پسرم داشت جون میداد تو دستم، تو خونه هم نشسته بودیم، وحشتناک داشت جون میداد. من دیوونه شدم، باورتون میشه؟ برش داد با 10 دقیقه 5 دقیقه را تا درمانگاه کوتیج دویدم، همینجوری دویدم دیوونه‌وار رسیدم جلوی خونه دکتر. ساعتای 8 بود. گفت چی شده؟ گفتم بیا به دادم رس، بچم داره میمیره. همینجوری داشت جون میداد، یعنی دیگه جون دادن پسرمو داشتم میدیدم. دکتر اومد گفت توضیح بده چی شده. گفتم همچنین کاری کردم. گفت سری ببرش با همون لباس راحتش. دکتر هم سری دوید درمانگاه رو باز کرد، پسرمو گذاشت رو تخت، آزمایش انجام داد روش. بالاخره دکتر بود، بلد بود، گفت متاسفانه پسرت اشتباه کردی، نباید این استامینوفن میدادی، خیلی قویه، اینم تازه 6 ماهشه، فکر کنم روده‌هاشه، این چیزی گفت خیلی خطرناکه. به من گفت نمیدونم، فکر نکنم دووم بیاره، ولی شما تلاشتو بکنی ماشین بگیری. دقیق یادمه ساعت 8 بود، رفتم تا یه ماشین ما همسایه داشتیم سرویس هرمزگان کار میکرد، رفتم خونهش. گفت تازه اومدم، گفتم آقا دستم به دامنت، پسرم داره میمیره، جریانش اینجوریه. بند خودم سری آماده شد تا بالاخره یه 70 لیتری بنزین ریخت توش. تا اومدیم به نظر من طول کشید، یه ربع ساعت نیم ساعتی طول کشید. اومد همونجا دم در بودیم دیگه، اومد تو دهنم، گفتم یا ابوالفضل به امید تو، این حرف زدم رفتیم.
سوار شدیم. از کوتیچ تا ایران شهر هر چقدر تو با سرعت بیایی، یعنی مثلا 200 سرعتت باشه 2 ساعت راه میکنی، معمولا امکان نداره، معمولا 3.5 ساعت 4 ساعت حالت عادی راه، ولی 200 بیایی 2 ساعت راه. ما هم دیگه پسرم داشت جون میداد، اون راننده هم میرفته یادش، ولی اونقدر نه. رفتیم تو درمانگاه، پسرم رو رفتیم تحویل دادیم، گفت جریان چیه، دکتر نوشته بود، دکتر اومد دید گفت سری اتاق عمل آماده کنیم. ما دیگه داشتیم دیوونه میشینیم، گفتیم الان دستش میدیم، گفت سری اتاق عمل آماده کنیم. تو همین هیربیر راننده اومد، گفتی چیزی بهت بگم؟ گفتم چی؟ گفت باورت میشه؟ گفتم چیه؟ گفت ساعت تو نگاه کن، نگاه کنی ساعت 9:30 بود. یعنی ما راه مگه چقدر طول کرده بودیم؟ گفت انگار خودمون پرواز کردیم، امکان نداره. تو همین گفتگو بودیم 5 دقیقه طول کشید، چند دقیقه طول کشید، بعد در رو زدم دکتر اومد گفت صف کن 1 دقیقه. بعد گفتیم خدای چی شده، نکنه تموم کرده پسرمون. همینجوری داشتم گفتم، بازم اومد من گفتم یا ابوالفضل خودت کمکمون کن. دقیق یادمه گفتم یا ابوالفضل، من اعتقادی نداشتم بهت، ولی معمولا میگن چی یا ابوالفضل کمک میکنه، امشب خودتو نشون بده. دکتر در رو باز کرد گفت بیا داخل. رفتم، باورتو نمیشه، خانمم شاهد این ماجراست، پسرم رو تخت داره میخند. گفتم چی شده دکتر؟ گفت پسرت خوبه، مشکلی نداره. گفت قبلا البته من امتحانش کردم، روداش بهم پیچیده، معده‌اش، و تصور نمی کردم که زنده بمونه، ولی الان پسرت داره میخند. گفتم مطمئنی آقای دکتر؟ گفت آره. گفتم نیازی نیست؟ گفت نه پسرت خیلی سالمه. یه قلب مبتلا تو این سینه است، مریضم و روام بر فضله، سینه ما سینه زن و عقبه، روفه ی آقا و بر فضله، اون که چشیده طعم این عشقو غیر تو هیچ کس رو نمیشناسه، حک میشه روی سنگ قبرمی، سینه زن رای طلب باسه، سرم ماله اول فضله، دل تنگم دنبال اول فضله، سرم ماله بنیاد بین المللی استبصار.